سلام خوش اومدیم به یه ویدیوهای دیگه با من از این به بعد قراره توی چنل یه سری ویدیو داشته باشیم که در مورد یه سری موضوعاتی که ممکنه خیلی از شماها تجربهش کرده باشین با هم درد و دل کنیم و از دید روانشناسی بهش نگاه کنیم تا بهترین راه حل رو پیدا کنیم لایک و سابسکرایب فراموش نشه بریم سراغ موضوع امروز حتما خیلی از شماها شده که وارد یه رابطه سمی شدین و یه آدم اشتباهی توی, ز... توی زندگیتون بوده و اون رابطه تموم شده ولی بعد از تموم شدنش دوباره دلتون خواسته به اون رابطه برگردین و اون رابطه رو ادامه بدین میخوایم امروز راجع به این صحبت کنیم که چی میشه که ما با این که میدونیم یه آدمی اشتباهه باز میخوایم وارد اون رابطه اشتباه بشیم اول از همه بهتون بگم اینکه امید داشته باشین آدمی تغییر کنه خیلی سخته و تقریبا من میگم غیر ممکنه اول از همه این که اون آدم اصلا قبول داره که اشتباهه قبول داره که رفتارش مشکل داره که بخواد تغییر کنه دو بوم از همه خیلی از این ات... خیلی از این مشکلات شخصیتی که وجود داره بیماری محسوب میشن و زمان بره که این بیماری بخواد خوب بشه مثل شکاک بودن یه مثال خیلی خیلی معمولش که خیلی تجربهش کردن و موضوع بعدی این که اون آدم یه تایم طولانی از زندگیش رو با اون ش... ویژگی شخصیتی زندگی کرده بزرگ شده و شاید اصلا اون بخشی از تربیتشه و شما حالا امید داریم دارین که بتونین با یه سال دو سال اونو تغییر بدین غیر ممکنه دیگه خودمون رو نباید گول بزنیم اما بریم سراغ این که چی میشه که ما دلمون میخواد به یه رابطه سمی با این که میدونیم اون آدم آدم اشتباهیه و چیزی تغییر نمیکنه برگردیم همه آدم ها از وقتی که به دنیا میان مخصوصا اون ساله اولیه زندگی نیاز دارن که دوست داشته بشن بدون هیچ قید و شرطی حالا خیلی از خانواده ها خیلی از مادر پدرها این دوست داشتنه رو میان شرطی میکنن یا اون احساس دوست داشته شدن و اون نیاز به محبت رو به, فرزند، به فرزندشون اونجوری که باید نمیدن اگر فرزند اول هستین که خیلی اوضاع وحشتناک تره. اینکه حالا فاصله فرزند فاصله سنی فرزند دوم باهاتون چقدر بوده چون فرزند اول یه پادشاهیه توی خونه که داره همه چیز مال اونه و یهو یه کس دیگه میاد و میگه که آقا من جای شما رو گرفتم من همه توجه ها از این به بعد مال منه اون جایگاه پادشاهی که شما داشتی یه شبه از بین رفته خب اینکه خانواده چه برخوردی داشته چطوری تونسته مدیریت کنه اون اضافه شدن فرزند دومو این خودش خیلی خیلی جای بحث داره ولی اگر شما از خونواده از مادر و پدر اون احساس دوست داشته شدن رو در کودکی نداشته باشین در بزرگسالی این نیاز پررنگ تر میشه و برای همین احتیاج دارین که یه آدمی باشه که اون احساس دوست داشته شدن اون احساس مهم بودن رو به شما بده بخیر شب بخیر میگفته بهتون میگفته دوستت دارم کجا هستی کجا نیستی همینا باعث میشده که احساس ارزشمندی و مهم بودنی که تو کودکی مادر پدرتون باید بهتون میدادن رو از این آدم دریافت کنین و به خاطر همین قضیه با وجود این که میدونین اون رابطه سمیه اون آدم سمیه حاضرین دوباره به اون رابطه برگردین و از اعصاب و شخصیت و میار و ملاک و همه چیز بگذرین و خرج کنین ولی اون حس نیاز اون حس ارزشمند بودن رو داشته باشین خب حالا چه اتفاقی میافته؟ اگر شما بدونین که این اتفاق به خاطر ارزشمند بودن اون آدم نیست به خاطر اینکه این رابطه یه رابطه عاشقانه ایدئاله نیست بلکه به خاطر اون های عاطفیه که شما دارین اون کمبودهایی که توی کودکی تجربه کردین به خاطر این موضوع داره اتفاق میافته یه جایی تمومش میکنین یه جایی به خودتون میگین که باید خودم رو دوست داشته باشم باید اون ها و کمبودهایی که در کودکی من ایجاد شده رو خودم برای خودم جبران کنم باید بیام احساس ارزشمندی و دوست داشته شدن رو خودم برای خودم به وجود بیارم کار آسونیه اصلا کار آسونی نیست ولی یه راه خیلی ساده داره اینکه که بیای روی توانایی هاتون تمرکز کنید حالا علایقتون ممکنه ورزش باشه موسیقی باشه کار باشه درس باشه هر چی که هست شروع کنین خودتون رو قوی کردن تو اون چیزی که بهش علاقه دارین و خود این موفقیت های ریز ریزی که براتون اتفاق میفته و به دست میارین باعث میشه که اون احساس ارزشمند بودن و دوست داشته شدن از طرف خودتون به خودتون هدیه داده بشه و این اتفاق باعث میشه که دیگه نیازمند آدم های متفاوت نباشین این باعث میشه که محبت رو گدایی نکنین و به خاطر اون حس دوست داشته شدنی که یه آدم بهتون میده وارد یه رابطه سمی نش بعد از اینکه اون احساس ارزشمند بودن و اون احساس دوست داشته شدن رو در خودتون به وجود بیارین حالا به بلوغ عاطفی رسیدین حالا میتونین خیلی جدی بشینین و راجع به اینکه پارتنر آیندهتون رو انتخاب کنین فکر کنین معیار و ملاک داشته باشین بدونین از رابطه چی میخواین و وارد یه رابطه درست بشین که نه اعصاب خودتون رو خورد کنین نه اعصاب طرف مقابلتون رو. و نذارینم کسی از این خلاه ها سو استفاده کنه من اگر جای شما بودم از همین امروز شروع می کردم حالا توی کامنت ها واسه هم بنویسین که دوست دارین موضوع بعدی چی باشه تا بیام راجبش با هم صحبت کنیم